به یه ویدیو دیگه در پیش خوش اومدید. من سینام، امروز بعدم با کامنت خانی ویدیوهای دفتر یادداشت که تا الان 3 تا ویدیوی 4 تا ویدیو البته، ولی خب 3 تا ویدیوی آخر رو بررسی کردیم کامنتاشونو. کامنت های قسمت 4 و 5 تیتراش و قسمت 6 رو بررسی کردم که لینک ویدیو هم اون زیر هست، حالا بازای خواستم ویدیو رو ببینید، میتونید به اون ویدیو هم سر بزنید. اگه سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید، چون قسمت 7 بلافاصله که بیاد همون شب جمعه ویدئوی تحلیلش میاد بالا و سریال گناه فرشته و بقیه سریال و فیلم های دیگه هم براتون نقد و بررسی میکنیم و کانتنت های خیلی خوبی داریم براتون، از دست ندین حتما. و اگه یه کامنت هم برام بذارین و یه موجی تعریف کنین نظرتون راجع به سریال دفتر یادداشت چیه تا الانو بگین. تئوری های خیلی جالبی بچه‌ها داشتن، حرفای خیلی قشنگی تو کامنت‌ها زدیم، همه رو براتون اینجا بررسی میکنیم. بریم شروع کنیم با اولین کامنت. خب اولین کامنت آرش حامدی فره که زیر قسمت بررسی قسمت 4 و 5 نوشته که از بررسی خوش اومد. یه نکته که مدام یاد بمونه اینه که ما دو تا قاتل داریم که یک زن و یه پسر که شهیدن تحت فرمان اون زن قاتله. حتماً نسبتی هم با کاراکتر خانم شمسی فضل‌اللهی داره که راجع به این کوچو صحبت می‌کنیم. کل این داستان برای برگردوندن حافظه ایرج و چون ایرج قاتل شناسی کرده و قاتل حافظه‌شو پاک کرده، همه رو جمع کردن تو طبقه 5 ساختمون که اینم کار قرابه. قراب توسط ایرج استخدام شده به عنوان کارگاه به خاطر اون داستان قتل پدرش که انتقام قتل پدره رو بتونه بگیره و اون قاتل رو شناسایی کنه. حمید هم شوهر خواهر ایرج و حمید شوهر سیمین. اینو تو اصلا 4 5 گفته آرش که به نظرشون بود که حمید با سیمین ازدواج کرده. حالا اونم تئوری خیلی جذابه. راجب کاراکتر خانم شمسی فضل‌اللهی صحبت کنیم که کاراکتر شعله هستش که تو قسمت 1 یک کوچولوش صحبت کردیم که اون کسی که پیانو میزده و مربی پیانوشون بوده. منم اینجا به شعله پیانو دست میدادم. اگه دقت کنیم یه لاک قرمز داشته تو تیتراژ یکی پیانو میزده و یه ذره دقت کنیم انگشتم نداره یکی از انگشتاشو که خیلی شبیه قاتلش میکنه. چیزی که منو خیلی به نظرم احتمالی که قاتل باشه خیلی زیاده خانم شمسی فضل‌اللهی اینه که سیمیگو پدر ما خیانت نکرده. مگه بابای ما به مامان خیانت میکرد؟ منو تو اینو میدونیم. اون عوضی که نمیدونست خب. ولی به قتل رسیده، بقیه همه خیانتکار بودن. خانم شمسی فضل‌اللهی همون شعله توی خونه ایرج و سیمین میرفت. از کجا معلوم که آیا پدر ایرج و سیمین قصد نداشته خیانت کنه با این خانم و این خانم چون قاتل بوده گفته او از جلوی اون خیانتی گرفته و کشتش و خیانتی که آشکار نشده است و این احتمالش خیلی زیاده. و اینکه حالا موسیقی و پیانو این داستانه و رفت آمد این خانم با حالا مثلا شراره و بقیه کسی که به قتل رسیدن این حرف هم میتونه نکته جالبی باشه. و میگم یکی از دلایلی که اون پیانو هم دیدیم خیلی ممکنه اون باشه و ایرج هم سه شناساییش کرده روی سنگ قبر که تو قسمت دو هم دیدیم نشو شعله ملکی که اینا همش دلایلی که میتونه به اون تئوری قوت بده. ما فعلا راجع به اون زیاد صحبت نکردیم چون خب چیزاییه که هنوز نشناختیم و هنوز ندیدیم و خواستم یه ذره راجع به اونا کمتر صحبت کردیم. ولی خیلی ممنونم از کامنت قشنگ دارش شد. خب کامنت بعدی کامنت نویده که میگه به نظرم نازنین قطعا دختر ایرج، برای همین حمید روش غیرت داره و حتی جو تو قسمت 5 بابا صداش کرد ایرج و ایرج هم دخترم صداش کرد. نکته ای که همه ساختمون هم میدونن و به ایرج نمیگن همینه، یعنی میدونن که نازنین دخترشه. سیمین هم که 100% زنده است، حتی همون وقتی رفته نوبل آسایشگاه گفت از خواهرش وکالت دارم که یه ذره بازون وکالت هم جای سوال داره. و سیمین هم تو تلاش نیاز به کمک داشت ولی چون میدونست ایرج حاضر نیست پا به پای سیمین بیاد و این قضیه جنایی و پای سیمین قضیه جنایی باز بشه، گفتن که مرده که از اون طریق بتونن از ایرج کمک بگیرن، از طریق این که این معمای قتل به سیمین ربط پیدا کرده. که اینم نکته خیلی جالبیه که یکی از موتیوهای سیمین میتونه همین باشه. و مرسی نوید جان از کامنت قشنگ. کامنت بعدی مون خانم نسرین جعفری گذاشتن که دمیشن به نظرم قراب با نیت غیر احساسی به نازنین نزدیک میشه تا برسه به ایرج و نازنین و بهش وابسته میشه، ولی بعدش قضیه لو میره و نازنین و قراب از هم جدا میشن. چون نازنین به امی گفت من داغونم، اصلا آمادگی رابطه جدید ندارم، برای همین نازنین از قراب متنفره. ولی الان سیمین جفتشون رو داخل این پرونده کشونده. حمید و سیمین و قراب و نازنین توی یه تیم هستن.
خب اینم باز تو قسمت 6 ذره تقویت شد تقریبا این داستان که حالا همکارن و ولی یه ذره یه رابطه قبلا بوده و این داستانا، ولی من باز هنوز خیلی معتقدم که نازنین نمیدونم چرا ازش حس کارگاه توری میگیرم بیشتر تا چیز عاشقی و عاطفی با غراب. 100% اونی که غراب روش یه کراش ریز داره که طبیعیه، ولی نمیدونم، ولی این که خانم نسیم گفتم خیلی منطقی و امکانش 100% هست. زیر ویدیو تیتراژ حالا بریم راجع به اون حرف بزنیم. ایمان نوشته که اون تخته که با ماشین خراب میشه، اون سکوی چیزی خراب میشه، هم همونی که ایرج قسمت اول روش بوده داشته میشستنش و حالا اون ماشین غراب وارد میشه، یعنی غراب هم در اون آزادی ایرج نقش داشته. اونو من بررسی کردم، یه ذره به نظرم کاشیای سفید رنگ و سبز رنگ یه ذره متضاد بودن که حالا نمیدونیم اگه اونو بذاریم کنار میتونیم بگیم این همون همومه است، که من هم تو همون ویدیو هم یه جا اشاره کردم که همون ممکنه باشه، ولی برای اینم کامنت جالبی بود که ایمان جان نوشته. حدیث نوشته بود که اون نکته یه رو پیانو گفتن عدد نیست، کلیت فونت پیانو هستش که همون رمزی که سیمین فکر کنم اونجا رو با زوره حدیث جان اشتباه متوجه شده بودن که من منظورم اون عدد کده بود نه اون دفتری که بالا بود و اون کده حالا داستان، که فکر کنم خودشون متوجه شدن و بعدش میفهمن اصلا اون 565 اصلا کد سازنده تیتراژه که باز تو ویدیوی قسمت 6 راجع بهش صحبت کرد. ریجن اسمشون رو داشتم اشتباه گفتم، نوشتم این وقتی اون صحنه که کمد مکس کمد رو گرفته، امکانش هست که ایرج وقتی کمد رو پیدا کنه و در باز کنه خاطراتش برگرده. و این نکته که خیلی نکته جالبیه، چون اون کمد به نظرم خب یه صدسه کلید خیلی بزرگه که انقدر نشونش دادن و انقدر راجبش صحبت کردن، و اینی که دلیل حذف حافظش باشه و یا برگردوندن حافظش و کلی خاطرات کلی نکات، چون اگه دقت کنین اوراب یه برد داره، سیمین کمد خونه‌شو داره، ممکنه اون کمد ایرج هم کمدی باشه که اون کمدی که مغزو دیدیم توش، اون کمدی که هر دفعه می‌بینه کمودی باشه که توش قاتل رو پیدا کرده و اینقدرش از شوک شده از اینکه قاتل کیه، یعنی مدارکی که چیده بوده اون کمود کمودی که توش مدارکش رو میچیده و دیده رفیق شوک شده، اون باعث اون تشدید بیماریش حالا اون بیماری که براش پیش اومده شده، که بازم نکته جالبی حالا این اون داستان کموده به کجا میرسه. کلا سریال پر از این تیکای جالبه. آخرین کامنتی که زیر ویدیو تیتراژ راجع به شرف میزنیم کامنت دانیال نعمتیه که نشه بود که خیلی جمله قشنگی نوشته، یکی از جمعاتیم خیلی خوش آمده بود از کامنتاشون، ممنونم اصلا. این وقتی یه موسیقی سطحی میشنه اون شعر سادهی داره، بعد یه مدت خسته کننده میشه و شنیدن اون چیز برای چیز جدید برای ارائه نداره، اما زمانی که یه موزیسین میاد اثری فاخر با شعر چند لایه میسازه و به نوعی کدگذاری میکنه درون چه خود موسیقی چه شعر چه ناخودآگاه، اون اثر واسه آدم تکراری نمیشه و خسته کننده نمیشه، چون بر اساس زمانی که جلو میره و درک بیشتری نسبت به اون پیدا میکنیم چیز جدیدی پیدا میشه ازش. تو این فیلم هم همینطوره، یه هارمونی و نظمی وجود داره که ذهن رو کنجکاو نگه میداره که ببینی همه چی به هم وصله. واقعا خیلی سخت میشه از این فیلم ایراد گرفت، اونم تو صنعت سینمایی که ما چند سال یک بار یک اثر فاخر و ارزنده برای دیدن توش پیدا میکنیم. و واقعا خیلی کامنت قشنگی بود، چون حسی که من به دفتر یادداشت دارم هم دقیقا با این حس دانیال جان یکیه و واقعا من از اثر فاخر و خیلی فکر شده است. من نمیدونم چرا کیارش اسدی زاده در این همین یه سریال هفتم داره، حالا از ذره اونم عجیب غریب. دوباره نسیم جعفری زیر ویدیوی تیتراژ هم نوشتن که یه ذره راجع به نحوه بیان من صحبت کردن، که یه ذره گفتن بیشتر سعی کن با صدات بازی کنی، که باز ممنون از این فیدبک، این فیدبک رو بدین هیچ اشکالی نداره. من تو ویدیو که با میلاد و دو نفره ایم یه ذره اونجا خب رو در رو حرف میزنیم و یه ذره حالت چیستر داره اونجا کنترلش بهتر، اینجا چون فقط خودم هم و دوربین یه ذره بعض وقتا دستم درم به یکی ممکن مونوتون شه، عذرخواهی میکنم 100% بهتر میشه این مسئله، ولی خب تو ویدیویی که با میلاد هستیم این مشکل فکر کنم کمتره. حالا سعی میکنم که این مشکل رو توی این ویدیوهای تحکیم هم حل کنم و بهتر شد، ولی 100% این فیدبک ها رو بدین، نیچ ناراحتی نداره و 100% ازش استفاده درست میکنیم.
زیر ویدیو قسمت 6 هم آرش حامدی فر نوشته که ناصر اسم واقعی بیژن بنفش خواست، که ما این تئوری، خب من این تئوری سطحی دیدم، ولی خب هر چوش فکر میکنم دلیل نداره نباشه ناصر و دلیل نداره دیرتر از این چیزی که باید رو بشی که اون بیژن بنفش خواست ناصره. خب و اون سیایی هم که میگفت احتمال زیاد یا حالا شاید یه پتی داره، گربه یه چیزی داشته که داخل اون کوله پشتیش یا اون کیفش بود، یا ممکن اسم موتورش سیاه باشه، اونم نمیدونم که دقیقا چه داستانی داره سیاه. و ولی در این که قاتله، خب میدونیم قاتل نیست، چون موقعی که قتل امین اتفاق افتاد دوربینا خراب بودن، رفت بالا دوربینا چک کنه و اون لحظه آردی امیر مرده بود، چون امیر رفت بالا موبایلشو بیاره که بیجم اخری نمیام برای موبایل رو بیارم، من نوکر بابا نیستم، یه همچه حالتی بر رفتن و اونجا کشته شد. بعدش هم که رفت بالا دوربین چک کرد و بعدش هم رفت و تقریبا بقیه داستان پیش اومد. واسه همین بعیده قاتل سریالی هم که بیجم اخری خب و همون ناصر 100% نیست، به خاطر اینکه خب سنش به این داستان ها نمیخوره، اینکه با قاتل رب داره ارتباط داره احتمالش خیلی زیاد که آجوش صحبت. دورسا نوشته که البته دوری که من یادمه آزین اون پرستاره بود که تو آسایشگاه مامان منیر بود که ایرج باش تیک میزد و برای همین خوابش دیده بود و میگفت خوابش دیدم. من تو اسمه ایشش اینو اصلا دقت نکردم، خیلی نکته دورسا گفته بود خیلی نکته خوبی بود، خاطر اینکه آره آزین اسم اون پرستاره بود و اینجا فلش بک زد، من حالا به ذره پیچیده‌تر شد فکر کردم و رفتم گفتم آزین اسم مامان نازنینه و اون داستانا، ولی خب اون آزین رو فهمیدیم آزین کیه دیگه، خیلی درگیر اسم مامان نازنین فعلا نیست. چی بود شما اسمتو؟ من آزین. آزین جونم شمارتو اینجا بین باشه. خب این از کامنت هایی که حالا انتخاب کرده بودم. کامنت ها خب تعدادش خیلی نسبت بیدایدی همون زیاد بود، دوست داشتم کامنتاتون رو، خیلی خوشحال شدم از بحث کردن و صحبت کردن زیر کامنت ها. 100% ادامه بدیم به کامنت گذاشتن و اونجا خیلی با هم دیگه حرف میزنیم، تئوری ها رو بررسی میکنیم. یه چند تا نکته هم راجع به شراره بود، یکی که مثلا کسی که دوستیم راجعش حرف بزنیم توی قسمت 6 نشد حرف بزنیم، که درگیریش با کلمات دوباره تکرار کردن و زخم رو صورتش و این داستانا یه ذره یه داستان بکستوری خیلی درسته بود از شراره ببینیم که ببینیم چه جوریه، حالا آیا میخوان به اون داستان شعله ربطش بدن یا نه همونجوری که گفتم به خاطر داستان موسیقی. اون داستان جالبیه، کاراکتر علیشیر رستمی همین گفت من خیلی آدم تنهایی ام و میترسم از تنهایی و اینا، ممکنه کاراکتر جالبی باشه که جزو کته باشه که باهاش آشنا بشیم و این داستانه این شکلی تو این ساختمون زیاد میگم. از اینکه مثلا سبک سریال اونلی مدرز این بیلدینگ اونا رو دیده باشین، این خیلی طبیعیه که بیان و کاراکترهای مختلف و هی معرفی کنن، هر کدوم یه حالت موتیوی داشته باشن، یه انگیزه برای قد داشته باشن، بررسیشون کنی ببینی کی به کیه، کی چی کار کرده آخرش و این حرفا و بذاری کنارم. خب اینجا ما دو تا مسئله داریم که قتل امیره، یه نام خب چیز اون داستان قاتل زنجیری اصلی که حالا لزوما به هم دیگه قرار نیست ربط داشته باشن، اینجوری که تو دو تا قسمت ویدیو قبلی گفتیم دلیل نداره به هم دیگه ربط داشته باشن، ممکن دو تا قاتل مجزا باشه. واسه همین یه ذره ببینیم به داستان فرصت بدیم ببینیم میخواد به کدوم سمت بره. خب تا اینجا خیلی امیدوارکننده بوده، به جز حالا یه سری ایرادای بدلکاریه مثلا مخصوصا صحنه فرار بیشن بنفشه، خب یه سری ایرادای این شکلی خیلی کم تو سریال ایراد میبینیم. یه تئوری هم که خیلی آراجو زیاد حرف میزنن اون خواهر دو قلوان که من خیلی بهش نپرداختم، که حالا یکیشون برخکاره، خب فرهاد میدونیم مثلا بابای منیر در برخکار حرفه بوده، سر اثر برق مرده، جسد شعله داخل قربستون نبود. به نظر هم این دوتا بیشتر دستیار قاتل میخورن باشن، خیلی بهشون میاد دستیار قاتل باشن، چون ازدواج نکردن از مردا بهشون میدین حرفای زره و کاراکترشون جزء این کاراکتر فانتزیاییه که بغل دست زیر دستای قاتل حرفه‌ای ان و زره حالت حالا خنگترن و زره بیشتر میشه باشون مینیپولیتشون کرد، زره بیشتر وادارشون به انجام کاری که نمیخوام کرد و این حرفا. واسه همین اون بیشه به اونا میخورن تا اینکه مغز متفکر و قاتل اینا باشن. ببینیم اونا هم به کجا میرسه. خیلی کلیده و اصلا به نظرم قتل امیر که معلوم شد یه سری داستان به قاتل امیر که معلوم شد یه سری داستان به جلوتر، حالا با خاله ناصر احتمال زیاد قتل باید آشناشیم، یه سری راجع نازنین و بیشتر بدونیم و مادرش، داستان غراب و بیشتر روشه، ولی به نظرم نسخه عطف داستان موقعی که سیمی به داستان برگرده، حالا چقدر میخوان اینو عقب بندازن خدا میدونه، ولی اکثر کلیدا دست سیمینه به نظر من و زنده بودنش که تقریبا قطعیه
و عکس کلید دست اون. حالا ببینیم اینجا اون داستان به کجا میرسه و چه جوری پیش میره. بازم مرسی که ویدیو رو دیدین، مرسی از حمایتتون، مرسی از کامنت‌های قشنگتون، حتما ادامه بدین. اون ایموجی هم یادتون نره بذارین که ببینیم نظرتون راجع به با ایموجی چی. اگه باز دوباره کامنتی داشتین، من سعی میکنم هر چند هفته یه بار بیام یه کامنت خوانی بکنم، کامنت هایی گذاشتون رو بخونیم تو ویدیو. اگه مثلا یه ویدیو حتی کامنت های زیاد بود بدون شک میام انجامشون، اگه اتفاق خیلی بزرگ تو سریال افتاده بود و تئوری خیلی زیاد داشتین راجعش صحبت میکنیم. بازم دمتون گرم، مرسی که حمایت میکنین و مرسی که هستین. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.